به نام خداوند بخشنده و مهربان. بینندگان گرامی و ارزشمند، شنوندگان علی قدر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. محترم سامعان گرامی، چگونه که می دانیم چند روز قبل حکومت تاجیکستان و کمیته زنان یک پیشنهاد و یک قرار را به مجلس عالی پیشنهاد کردند و خواهان اینند که زنانی با ستر و با حجاب ورودی به اداره های دولتی و غیر دولتی را اجازت نداشته باشند، منع ورود ایشان به دفترهای دولتی و غیر دولتی و به کارخانه های دولتی و غیر دولتی و به شفاخانه ها و به تمام جاهایی که مردم در آنجا جمع می شوند منع کرده شوند. واقعا بسیار زیاد جای فکر است. قبل از همه من این قرار و این پیشنهاد کمیته زنان در نزد حکومت تاجیکستان را چی از نظر وجدان، چی از نظر حق و حقوق شهروندی و چی از نظر دین مبین اسلام، از تمام نقطه های نظر این قرار و این پیشنهاد را اصلا به وجدانی، به عقلی، دور از قرارهای انسانگری میخوانم. کاملا مخالف این قرار هستم و هیچ گونه این قرار را نمیخواهم، چون که حکومت تاجیکستان و در تاجیکستان عزیز هر یک شهروندی که زندگی میکند کاملا آزاد است، هر گونه ای که می خواهد زندگی خود را به سر برده می تواند و قانون هم همین را به او خواهان است. اما حیران هستم که امروز رژیم خودکامه تاجیکستان، رژیمی که از طول 27 سال است، از جایی که به مردم خدمت بکند، به مردم یک زندگی آسوده را مهیا بکند و جایی که برای مردم یگان خدمت های بشر دوستی را مهیا کند، فقط تک تنها یک مقصد و یک هدفی معلوم است که دشمنی او با اسلام و با مسلمانان. هر قدری که میتواند زور خود را، توانایی خود را و طول 27 سال است که فقط تمام قانون ها و قرار های این رژیم خودکامه علیه مسلمان ها و علیه اسلام است که روز بعد دیگر سختتر و بیشتر و زیادتر اقدامات کرده. حالان که قانون هیچ یک حکومت دارای جهان این گونه ظلم و ستم را روا نمی دارند، اما چون که در تاجیکستان ما یک حکومت دیکتاتوری است، بالاتر از قانون است، بالاتر از انسانیت است، بالاتر از تمام بشری است، عین قانون های جنگلی و عین قانون های حیوانات را می خواهد در تاجیکستان تطبیق بکند. ما با تمام مسلمانان جهان خطاب کرده گفتنی هم که اولا در این غم ما شریک باشد و در امت مسلمه و در مسلمانانی که در تاجیکستان در ظلم و ستم گرفتار هستند در غم ایشان شریک باشد و در دعاهای نیک خودتان آنها را فراموش نکنید که خداوند چگونه که ملت تاجیک را، چگونه که مسلمان های آسیای میانه را از ظلم و ستم 70 ساله رژیم لینینی و کمونیستی نجات داد،
همین گونه از ظلم و ستم این رژیم خودکامه تاجیکستان نجات بدهد. این معلوم است که خیلی از کشورها، خیلی از شخصیت ها، خیلی از دولت ها و کشورهایی که علیه اسلام بسیار زیاد کوشش کردن و اقدامات بسیار زیاد برای نسل نابود کردن اسلام و مسلمان ها کوشیدن، امروز نه آنها هستند و نه رژیم آنها باقی مانده است و نه شخصی از آنها یاد میکند. و معلوم است و بدیهی است که این رژیم هم تباه و برباد میشود و این شخص هم نیست نبود میشود. روز میآید که شخص دیگه از این رژیم و از این شخص خودکامه تاجیکستان ذکر نمیکند، اما در او وقت هم که است اسلام سرسبز و شاداب واقعی میماند، چون که وعده الهی است. اسلام یگانه دینی است که تا روز قیامت، تا روز صبح قیامت باقی میماند. هر شخصی که برای تباهی بربادی، برای نیست نبود کردن دین مبین اسلام کوشش زحمت میکشد و فعالیت میکند، خیلی او تباه میشود، اما اسلام باقی میماند. ما ثانیان خطاب ما به ملت نجیب شریف تاجیکستان که برادر عزیز مهربان، طوری 27 سال است که ما فقط به امیدی که حال خوب میشود گفته صبر کردیم و علیه این اقدامات این رژیم هیچ سخنی نگفتیم، خاموشی را اختیار کردیم. دیدیم که مسجدامون را تباه کردند، دیدیم که ریشهای برادرامون تراشیدن، دیدیم که فرزندامون به مسجد رفتن منع ساختن، دیدیم که درس خواندن، درس های دینی را در تاجیکستان منع ساختن، خاموشی را اختیار کردیم. دیدیم که شخص هایی که علاقمند تعلیم و تمدن اسلامی بودند و به خارج رفته می خواندن، آن همه آنها را منع ساختن، خاموشی را اختیار کردیم. و همین گونه تمام اقدامات علیه اسلام و مسلمان ها، علیه شهروندی، تمام اقدامات از عقل بیرون را نقشه کشیدن و تطبیق ساختن و مردم را در یک بدترین حالت گرفتار کردند. و امروز هم که اگر ما خاموش بستیم و حالی هم که اگر ما در خواب غفلت گرفتار باشیم و در گوشی فیل اگر خواب باشم که حال خوب میشود گفته خاموشی را اختیار کنیم، این واقعا ای از بی‌سوادی ما نیست، بلکه از غافل بدن ما دلالت میکند که اگر ما در این وقت و ساعت هم که به این قدر تنگی ها و این قدر سختی ها اگر ما آگاه نباشیم و آگاه نشده باشیم، پس واقعا جای فکر چیگه جای مردن است. سوال برای تو برادر از مهربان، آیا تو راضی هستی که از این بعد مادر تو، خواهر تو، زن تو، دختر تو بدون سطل، بدون رومال، تمام جسمش عریان به بازار و دفاتر که انسان ضرورت دارد باید رود آنجا و به تمام جاهای مردم که جمع بشن با اونجاها بدون سطر و حجاب برود، یا ای که در حال این که است در فکر این است که اگر به دفتر رفتن اگر منشده باشد، پس من زن، دختر، خواهر، مادر خودم را میگویم که در خانه باشن و بیرون نروند، در همین فکر هستید؟ فراموش نکنید که این قانون و این قرار تا ایجا نیست، بلکه از این قدر بیشتر اقدامش امکان دارد. چون که چند سال قبل اول سطر پوشان و حجاب پوشان را تنقید کرد جناب خودکامه تاجیکستان امام علی رحمانوف، همه خاموشی را اختیار کرد، امروز کاملا دو سال بعد این قرار را میخواهند تطبیق بسازند. و اگر ما امروز خاموشی را اختیار کنیم، حتی که یک سال دو سال بعد در همه خانه حجاب قدن را هم منع میسازند و حتی که هر شخصی که حجاب
قانون می سازند که هر شخصی که با حجاب باشد آن باید یک سال دو سال زندان بماند. این وعده الهی است که احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله عزوجل فرموده است که هر شخصی که ایمان آوردن و دعوای ایمان را دارند آیا چی فکر میکنند که آنها در امتحان قرار گرفته میشوند؟ با آنها حالات سخت و برای آنها امتحانی برای ایمان داشتن و برای ایمان بودنشان از آنها امتحان گرفته میشوند؟ این روزی است که چون که ما در تاجیکستان 97% دعوای اسلام و مسلمانی را داریم و الحمدلله که مسلمان هستیم، آیا چی فکر میکنند که خداوند امتحان نمیگیرد تا که مؤمن صادق را از مؤمن غیر صادق جدا بسازد، تا که مخلص را از غیر مخلص جدا بسازد، معین بسازد؟ پس برادر از مهربان، وقتی که ما کاملا به تمام گفته های خدا و رسول باور داریم، ایمان داریم، ما هیچ وقت به این اقدام راضی نشویم و به هر قدر که وسع و توانایی داریم ناراضگی خودمون را بیان کنیم و در اخیر ما خطابم به حکومتداران تاجیکستان همین است که آدم عقلمند همان شخصی هست که از گذشتگان انسانیت یک بهره میگیرد و الله عزوجل هم در قرآن چندین واقعات امتهای گذشته را بیان کردن تا که این امت از حالات و واقعه های گذشته عبرت بگیرد، عقلمندی را اظهار کند و کارهایی که سبب تباهی و بربادی قوم های گذشته شد این ملت محمدی اون کارها را نکند و کدام کارهای سبب سرفرازی و سربلندی امت های گذشته شد امت محمدیه اون واقعات و اون حالت ها را دریافت کند، عملی کند تا که سرفراز و سربلند در دنیا و آخرت بگردد. و همین گونه خطاب ما به حکومتداران همین است که شما تاریخ ظالمان و ستمکاران گذشته را یک بار ببینید، تاریخ لینین را بخوانید، تاریخ فرعون و نمرود را یک بار ورق زده بخوانید و تاریخ چنگیز خان و تیمور ملک و دیگر پادشاهایی که ظلم و ستم را پیشه کردن و خون ناحق مردم را ریزاندن، یک بار تاریخ آنها را بخوانید که آخر نتیجه آنها چی شد و قدم حالت رسیدن، که حتما نتیجه خودتان در سیمای آنها خواهید دید. از هر یک حکومت داری که در این رژیم سهمدار است، من گفتنیم که در اولین فرصت براءت و لا تعلقی خودشان به این رژیم بیان کنند، توبه و استغفار کنند و از این رژیم ستمکارانه کناره کشی کنند تا که زندگی به آسوده را بسر برند. وقتی خداوند فرعون را تباه کرد، تا که تنها فرعون را نه بلکه تمام کارگرانی که با فرعون بودند، تمام لشکر و تمام رئیس ها و وزیر ها و تمام میدان‌ترین کارگرش را هم با او نیز تباه و برباد کرد، در دریای نیل غرق کرد. الله جلال همان قادری که فرعون را غرق کرد، حال این قادر است که ظالمان این روز و ساعت را هم غرق و تباه و برباد کند. پس هر یک شهروندی که در این ظلم و ستم بر هر قدر که شریک باشد با این رژیم، در اولین فرصت توبه و استغفار کند و کنار کشی کند، وگرنه نقشه تباهی و بربادی این رژیم علیه الله جلال کشیده است و دیر یا زود و حتی که امید داریم به روزهای قریب انشاءالله خداوند این رژیم ظلم و ستم را تباه و برباد میکند و سبب عبرت تمام جهانیان بگردانش.
خداوند ما و شما را استقامت در ایمان و استقامت در دین مبین اسلام نصیب گرداند و به هیچ وجه این بزرگترین نعمت اسلام و ایمان از دست ما نگیرد. امید دارم که انشاءالله هر چی گفته باشیم خواست برای الله گفته باشیم و کم بیشی که شده باشد بخشید ما را. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.